نگاه ما در منطقه نگاه مشترکی است در حمایت از مردم عزیز فلسطین. امروز برای ما زمینه بسیار خوبی است از خرسندی و شعف که در جمع مردم عزیز تاجیکستان هستیم، اما یک داغی امروز بر دل همه مردم مسلمان در جهان مانده است و تمام انسانها و مردمان با وجدان عالم رو هم داغدار کرده هم دغدغه‌مند نسبت به سرنوشت مردم عزیز فلسطین. امروز ما نمیتونیم از موضوع فلسطین بگذریم. فلسطین مسئله ماست، مسئله جهان اسلامه، مسئله بشریت، حمایت از مردمی مظلوم و مقتدر. اون چه که مورد تأکید ماست همواره قطع سریع حملات به مردم عزیز غزه و پایان یافتن نسل کشی و کودک کشی در سرزمین فلسطینه. 4000 کودک و هزاران نفر از مردم عزیزمون، مردم بیگناه، مردم مظلوم فلسطین به قتل رسیدن، به شهادت رسیدند به دست رژیم صهیونیستی و با حمایت امریکایی ها و غربی ها. امروز مردم جهان میخوان سریعا به این حملات پایان داده بشه، محاصره مردم غزه سریعا شکسته بشه، امداد رسانی به مردم فلسطین آغاز بشه و به حقوق حقه مردم فلسطین توجه بشه. ما امیدواریم این فریاد و این سخن و خواست مردم جهان رو بشنوند سازمان‌های جهانی و بین‌المللی و به خواست مردم جهان امروز توجه بکنند و هر چه زودتر به این ظلم روشن به مردم فلسطین خاتمه بدن و بگذارن این مردمی که دفاع از وطنشون میکنن، دفاع از خانه و کاشانه‌شون میکنن، اینقدر مورد ظلم و تعدی قرار نگیرند و از این ظلم‌ها رها بشوند. من یک بار دیگه ابراز خرسندی میکنم از اینکه در کشور تاجیکستان هستم، کشور دوست و برادرمون، و بر توسعه روابط بین دو کشور تأکید میکنم. امروز اراده مسئولین عالی در دو کشور مبنی بر توسعه روابط در همه حوزه هاست و معتقدم مسئولین در دو کشور باید این اراده رو اجرایی و عملیاتی کنن. گام هایی که تا کنون برداشته شده بسیار خوب، گام هایی از این پس نیز باید برداشته بشه در جهت توسعه روابط بین دو کشور. در خاتمه یک بار دیگر از آقای رئیس جمهور و از دولت محترم تاجیکستان و از مردم عزیز برای مهمان نوازیشون کمال امتنان تقدیر و تشکر رو دارم و السلام علیکم و رحمت الله.